حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه گاردین در لندن گفته ایران برای ابقای دائمی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش نمی کند. آقای عبداللهیان می گوید ایران نیروی رزمی در سوریه ندارد، اما به شمار مشاوران نظامیش در آن کشور اضافه کرده است. معاون وزارت امور خارجه ایران همچنین گفته از نقش بشار اسد در مبارزه با تروریسم و حفظ وحدت ملی کشور آگاه هستیم و این مردم سوریه هستند که تصمیم نهایی را می گیرند. عربستان سعودی که از جبهه اپوزیسیون سوریه حمایت می کند به تازگی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرده. آقای عبداللهیان اما می گوید عربستان به جای انتقاد بهتر است از خود همکاری نشان داده و اقدام های سازنده ای انجام دهد. خب برای بررسی بیشتر این موضوع مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبورگ از پنسیلوانیا آمریکا با ماست. آقای نوربخش خیلی ممنون که در برنامه ما هستید. میخوام ارزیابی شما را از صحبت های امروز آقای امیرعبداللهیان بدونم. آیا این نشون دهنده اینه که سیاست ایران احیانا در قبال بشار اسد تغییر کرده؟ ولی دولت ایران من فکر کنم که داره واقع بینانه از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده کوشش داره میشه که واقع بینانه به مسائل منطقه نگاه بکنه و من فکر کنم این شروع در حقیقت یک نگرش جدیدی. البته میشه گفت که ایران همین کنش رو میتونست 4 سال پیش داشته باشه و مشکلات درون سوریه به این شکلی که امروز می‌بینیم وجود نداشته باشه، ولیکن به هر بار این گفتم یک واقع بینی جدید در سیاست خارجی ایران. به این جنبندی رسیدن که به هر بار دولتی که دستش آغشته هست به بیش از 200 هزار خون در سوریه نمیتونه دولت مشروعی باشه و خب حالا کشورهای غربی هم به این جنبندی رسیدن که نمیخوام بشار اسد رو یک شبه بردارن، ولیکن به هر بار گفتم یک واقع بینی جدید در سیاست خارجی ایران که به نظر من مثبت. اگر این که شما میفرمایید که یک واقع بینی رو نشون دهنده یک واقع بینی از طرف ایرانه، پس چرا ایران همچنان داره به حمایت‌هاش در سوریه ادامه میده؟ آقای عبداللهیان البته گفته که نیروی نظامی نداریم، اما کارشناسان مشاوران نظامی اونجا داریم. خب فکر نمی‌کنید اینها با هم در تناقضه؟ در تناقضه و بسیار هم در تناقضه، به خاطر که سیاست خارجی ایران از زمان آقای احمدی نژاد در درون خاورمیانه به طور مشخص دست سپاهیان بوده و رهبری و نتیجه‌ای که الان از این سیاست می‌چدید هم در سوریه و هم در عراق یک شکست به این تعبیر که عراق رو نتونستن متحد بکنن مردمش رو، یک دولت ثابت که دولت استوار سر کار بیارن و سیاستی که در ایران سپاهیان در پیش گرفتن در شروع بعد از اینکه جنبش صف در ایران آغاز شد سیاست سرکوب بود و این سیاست سرکوب مخالفین همین روش، همین کنش و همین مدل به سوریه برده شد و اصولاً فکر برای این بود که در سوریه میتونن موفق باشن و بعد از 4 سال در حقیقت جنگ درون روسیه امروز به این جنبندی رسیدن که این سیاست موفقیت آمیز نیست و الان به هر بار اختلاف نظر هست بین وزارت امور خارجه ایران و سپاهیانی که هنوز فکر میکنن درون سوریه کاری میشه کرد. من شما را رجوع میدم به صحبتی که مصاحبه‌ای که جدیداً زودتر از در حقیقت کشته شدن آقای همدانی از ایشان صورت گرفته در ایران، ایشون هم در حقیقت به این جنبندی رسیده که امیدی به هر بار به وضع سوریه نیست، یعنی درون این میگه که اینم هر بار گفتم بررسی و نظری هست که خود سپاهیان دارن که وضع سوریه بسیار پیچیده است و سوریه در شرایطی نیست که به هر بار بشه به گذشته نگاه.